حتما با طالبان ما کار میکنیم. در قوانین ما هنوز طالبان رو از گروه تروریستی خارج نکردیم. طالبان در تهران، ایران و شبه نظامیان افغانستان از یکدیگر چه میخواهند؟ با یک نماینده مجلس افغانستان، یک پژوهشگر روابط ایران و افغانستان و یک تحلیلگر روابط آمریکا و طالبان گفتگو خواهیم کرد. در ادامه برنامه امشب، 2 سال زندان برای برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران به اتهام قاچاق ارز، محکومیت مهدی جهانگیری پرونده‌سازی سیاسی است یا مبارزه با فساد؟ برداشتن تحریم‌ها یا اجرای تعهدات هسته‌ای، بایدن یا روحانی، چه کسی برای احیای برجام پیشقدم می‌شود؟ انگار همین دیروز بود که پروردگار ناگهان با یک اردنگی ملکوتی شیطان را از دروازه بهشت بیرون انداختند. و در گذشت عباس صفاری، شاعر و مترجم ایرانی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. صبح امروز سه‌شنبه هفته بهمن، ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر و معاون سیاسی این گروه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد تهران شد. هیئت طالبان در حالی برای مذاکره به ایران رفته که همین چند هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با تلویزیون طلوع افغانستان گفت که کشورش طالبان را هنوز یک گروه تروریستی می‌داند. هیئت طالبان به رهبری ملا برادر آخوند یک سال پیش هم به تهران رفته بودند و با وزیر خارجه ایران دیدار داشتند. کمتر از یک هفته پس از روی کار آمدن جو بایدن، همه در انتظار اعلام موضع او درباره مذاکرات صلح آمریکا و طالبان هستند و مذاکرات دولت افغانستان و طالبان به کندی و به گفته دولت افغانستان با بی‌میلی طالبان پیش می‌رود. اما ایران هدفش از مذاکره با گروهی که تروریستی می‌داند چیست؟ طالبان در تهران به دنبال چه هستند؟ نزدیکی ایران و طالبان چه عواقبی میتواند برای افغانستان و امنیت منطقه داشته باشد؟ بیشتر به این موضوعات میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از نسرین نوا، خبرنگارمان در کابل. طالبان این بار مهمان یک همسایه دیگر، ایران، پس از پاکستان. 2 هفته پس از شروع دور دوم مذاکرات میان دولت و طالبان در قطر، هیئتی از این گروه به رهبری ملا برادر به تهران رفته. این دومین دیدار رسمی ملا برادر با وزیر خارجه ایران است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در توییتر خود نوشته که روابط دو کشور، وضعیت مهاجران افغان و وضعیت فعلی سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه موضوعات مورد بحث در این سفر است. مقامات ایرانی مشخصا گفتند موضوع روند صلح است، روندی که فرصت‌های سیاسی خوبی برای همسایگان مساعد کرده. ایران خواستار از این است که دوباره در برجام داخل شود با حکومت جو بایدن در امریکا و با این سفر نشان می‌ده که اگر امریکا می‌خواهد با طالبان صلح کنه، ایران هم یک همکار مطرح بوده می‌تانه. تقریبا مثل پاکستان، ایران هم می‌خواهد که پیش امریکا جایگاه خود داشته باشه در مذاکرات صلح با طالبان. حتما با طالبان ما کار میکنیم، اما این سفر در حالی صورت گرفته که حدود 1 ماه قبل جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با تولو نیوز گفت این کشور طالبان را هنوز یک گروه تروریستی می‌داند. در قوانین ما هنوز طالبان رو از گروه تروریستی خارج نکردیم. پس هست. در قوانین ما کما اینکه در قوانین ملل متحد بوده. هرچند در سالهای اخیر انتقادهای داخلی و خارجی علیه ایران به اتهام همکاری با طالبان فراوان بوده، اتهامی که همواره از سوی ایران رد شده. وزارت خارجه افغانستان گفته از سفر هیئت طالبان به ایران باخبر است و این کشور قبلا نظر افغانستان را در این مورد گرفته بوده. در اعلامیه وزارت آمده که ایران در پی تضمین این است که افغانستان پس از منازعه بار دیگر به پایگاه امن تروریستی مبدل نشود. همسایه جنوب شرقی افغانستان، پاکستان، نیز اخیراً در مورد روند صلح این کشور ابراز نظر کرده. وزیر خارجه پاکستان 2 روز قبل با همتای افغانش تلفنی درباره کاهش خشونت ها صحبت کرده.
دولت پاکستان اخیراً از رئیس جمهوری جدید آمریکا نیز خواسته تا روند صلح افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را پیگیری کند. با این حال دور دوم مذاکرات به کندی پیش می رود. به گفته سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت، هیئت طالبان در 9 روز گذشته به نشست رسمی حاضر نشدند. به احتمال زیاد به دلیل مشخص نشدن موضع آمریکا در قبال این روند و سرنوشت توافقنامه صلح آمریکا و طالبان. هرچند نامزد وزارت خارجه آمریکا گفته این توافقنامه را بررسی خواهد کرد. کلمت سعادت حالا آینده مذاکرات میان دولت و طالبان در گرو نتیجه همین بررسی است. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. برای گفتگوی بیشتر در این باره حبیب رحمان نماینده مجلس افغانستان از کابل به ما پیوسته. آقای حبیب رحمان، واکنش ها چیه به مذاکرات ایران و حضور هیئت مذاکره کننده طالبان در تهران؟ به نام خداوند، درود بر همه. اولی که نام کاملم حبیب الرحمن پدرام است. در نزدیک به 2 دهه گذشته در افغانستان، طالبان به عنوان یک گروه شورشی، تروریست و وحشی معرفی شد. سالیان سال علیه طالبان صحبت کردند. همین آمریکایی که امروز با طالبان در حال توافق هست، برای سر رهبران طالبان جایزه های میلیون دلاری تعیین کرده بود. اما از زمانی که آمریکا همه قباحت ها و زشتی هایی را که در رابطه به طالبان میگفتن اونا را ندیده گرفت و با طالبان شروع به مذاکره و گفتگوی مستقیم کردن، در حقیقت برای طالبان مشروعیت بین المللی و یک پرستیژ بسیار با تشریفات در سطح جهان خلق کردن، شرم و حیای همه همسایگان و قدرت‌های دخیل در سیاست افغانستان هم کم کمک از بین رفته. دولت‌ها و حکومت‌هایی که قبلاً به بسیار به سختی می‌پذیرفتند که با طالبان در تماس هستند، امروز با جبین باز طالبان را به عنوان یک تقریبا دولتی در سایه دعوت میکنن، از جمله چین، روسیه، ایران، پاکستان که از سالیان متمادی مهماندار طالبان بوده. بنابراین اینطور باید ارزیابی بکنیم که رفتارهای آمریکا با طالبان و سخاوتمندی‌های بسیار فراوانی که آقای خلیلزاد نسبت به این گروه داشته، همه همسایگان و قدرت‌های دخیل در سیاست افغانستان را بی‌پرواتر کرده متأسفانه. اما به نظر میاد که این بار دولت افغانستان در جریان این دیدار بوده. آیا میشه نتیجه گرفت که موضع دولت نسبت به مذاکرات ایران و طالبان تغییر کرده؟ اولی که من هیچ علاقمندی ندارم که در جایگاه مدافع حکومت آقای غنی به سیاست‌های او ظاهر باشم. من از آدرس نمایندگی مردم و مجلس نمایندگان افغانستان صحبت می‌کنم. با تمام انتقادات و اعتراض‌های بسیار جدی که به حکومت آقای غنی و رفتارهای غیرقانونی او در افغانستان وجود داره و من خودم از منتقدان بسیار صریح اللهجه و سرسختش هستم، باز هم ما در همین افغانستان یک دولت داریم، هرچند دولتی ضعیف و شکننده، و رئیس این دولت آقای غنی است. همسایگان ما و قدرت‌های دخیل در افغانستان باید این حکومت را به رسمیت بشناسند، باید مشروعیت بین‌المللیش را درک بکنند. متاسفانه حکومت افغانستان همونطوری که نتونسته در داخل یک انسجام لازم و کامل را بین سیاسیون فراهم بکنه، در بیرون از مرزها و در تعامل با همسایه‌ها هم متاسفانه نتوانسته یک اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی را در رابطه به طالبان شکل بده. بنابراین بسیاری از رفتارهای همسایگان افغانستان در رابطه به طالبان دارند، بسیاری از این سیاست‌ها مورد تأیید دولت افغانستان نیست، اما این دولت نمیتونه از جایگاه قوی
وارد اعتراض و مسائل دیگر بشه. آقای پدرام، فهم کنید که طالبان به راستی در تهران به دنبال چی هستن؟ میدونیم که گفتن که به دنبال روابط دو کشور، وضعیت مهاجران، ولی شما فکر میکنین به واقع دنبال چی هستن در تهران؟ طالبان برخلاف دوره حاکمیتشان، برایشان اکنون فرصت بسیار طلایی پیش آمده برای کسب مشروعیت بین المللی، چیزی که در زمان حاکمیتشان هرگز اتفاق نیفتاد. همین دولت جمهوری اسلامی ایران حکومت طالبان را هرگز به رسمیت نشناخت. اما حالا چه شده که این گروهی که هنوز دولت هم تشکیل نداره و توانمندی تشکیل دولت به صورت تنهایی هم نداره، از طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران رسما دعوت میشه؟ طالبان به دنبال کسب مشروعیت بین المللی هستند. طالبان در پی رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های همسایه‌ها هستند که اگر احتمالاً فردا بر سر قدرت آمدند، همسایه‌ها آن دغدغه‌های سال‌های گذشته، دو دهه گذشته را نداشته باشند. گپ مهم اینجاست که متأسفانه دولت افغانستان با توجه به ضعف بسیار جدی که داره، نتونسته از جایگاه یک دولت هویت دولت را حفظ بکنه و نتانسته همسایگان را متقاعد بکنه که از رفتارهای بیرون از چارچوب موازین و بین المللی خودداری بکنن. و حکومت ها هم متاسفانه دغدغه های دولت افغانستان جدی نگرفتن، بیشتر به خاطر منافع خودشان، بیشتر به خاطر منافع فردایشان شروع به ارتباط گرفتن با طالبان کردن، از جمله ایران. ایران البته میگه که به دلیل مسائل امنیتی خودشه و همچنین سفیر ایران در کابل آقای امینیان گفته که طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه و باید بر ساختار کشور افغانستان و ساختار موجود این کشور برگرده. یعنی ایران هم مسائل امنیتی داخلی خودش رو داره. این منطق خیلی محکم نیه. طالبان اکنون در کجای دولت مشروع افغانستان قرار داره؟ دولتی که در نظام بین الملل به رسمیت شناخته شده، از جمله ایران همین دولت را به رسمیت شناخته. طالبان حزب سیاسی هستند، طالبان اپوزیسیون هستند، طالبان مجلس نمایندگان هستند. طالبان چی هستند؟ با چه هویتی با طالب دیدار کردند؟ با چه هویتی طالب را دعوت کردند؟ ببینید، رفتار جمهوری اسلامی ایران در برخورد با طالبان خیلی شباهت به رفتار آمریکا در برخورد با مجاهدین خلق داره. اگر برخورد آمریکا با مجاهدین خلق درسته، پس رفتار ایران هم درسته. اگر رفتار آمریکا اشتباهه، رفتار ایران هم اشتباهه. همسایگان ما دغدغه‌های امنیتی اونها رو درک میکنیم، میخواهیم که رابطه بسیار نیکی با همسایگان داشته باشیم، اما اونها هم باید حساسیت ها و مشروعیت های این دولت را درک بکنن، حساسیت های ما را هم درک بکنن. بگذاریم یک بار صلح ما به یک فرجامی برسه، جایگاه طالبان در دولت آینده مشخص بشه، ما خود ما به یک انسجام و یک اتحاد و یک صلح برسیم، باز همسایگان بزرگوار ما در رابطه به دغدغه‌های امنیتی خودشان با دولت آینده وارد مذاکره بشن. متشکر از شما عبدالرحمن حبیب الرحمن پدرام، نماینده مجلس افغانستان با ما. ممنون از وقتی که به ما دادید. محمد علی بهمنی قاجار، پژوهشگر حقوق بین الملل و همچنین پژوهشگر مسائل سیاسی افغانستان، از تهران با مساقه بهمنی قاجار درباره افغانستان کتاب زیاد نوشتن، از جمله اونها ایران و افغانستان از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاسی. آقای بهمنی قاجار، خوش آمدید به برنامه. شنیدید صحبت‌های آقای پدرام رو و دیدگاه نماینده مجلس افغانستان رو که مذاکره تهران و طالبان شبیه به مذاکره آمریکا و مجاهدین خلق. ایران بر اساس چه منطقی داره با یک گروه تروریستی از دید خودش مذاکره میکنه؟ با سلام به شما و بینندگان محترم شما و برادرم جناب آقای پدرام در کابل، خدمت شما عرض کنم که ایران 936 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره. ایران و افغانستان اشتراکات فرهنگی و مدنی گسترده‌ای دارن. افغانستان در واقع یک روحیم در دو قالب، یک جان هستیم در دو تن. ما نمیتونیم از مسائل افغانستان برکنار باشیم.
برای ایران امنیت و صلح در افغانستان واجد اهمیت بسیار زیادیه. در 42 سال گذشته که جنگ داخلی در افغانستان بوده، چه در دوران اشغالگری شوروی، چه در دوران مبارزات بین مجاهدین و بعد هم دوران طالبان و دوره پس از طالبان که متاسفانه باز هم جنگ داخلی در افغانستان ادامه داشت، ایران همواره سعی کرده به صلح و امنیت و وحدت ملی در افغانستان کمک برسونه، از جمله در دوره بعد از در واقع کنفرانس بن به شهادت خود دولت‌های افغانستان، گروه‌های سیاسی مختلف افغانستان، ایران همواره نقش سازنده‌ای در افغانستان میشه. حتی دشمنان ایران هم به این نقش سازنده تقریبا اذعان داشتن که ایران تلاش کرده در افغانستان صلح ایجاد کنه، به وحدت ملی افغانستان یاری برسونه، به امنیت در افغانستان کمک برسونه. من نگاه و دغدغه‌های جناب آقای پدرام رو میتونم درک کنم به عنوان یک تریبون، یک بلندگویی از جامعه مدنی افغانستان. من خدمت این دوست عزیزم عرض کنم که بهترین کشوری که میتونه به ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان، ارزش‌های قانون اساسی افغانستان یاری برسونه اتفاقا ایرانه. یعنی قطر کشور کوچکی که مرکز طالبان در معلم، یا حتی ترکیه با چند هزار کیلومتر فاصله با افغانستان، اینا هیچ کدام دغدغه در واقع ارزش‌های دموکراتیک، ارزش‌هایی که در قانون اساسی افغانستان هست رو نداشتن. من از منظر واقع‌گرایی دارم عرض می‌کنم، نه صرفا منظر ایدئالیستی. آقای بهمنی قاجار، تضعیف مشروعیت حکومت افغانستان چقدر سازنده میتونه باشه؟ 100% به نفع مشروعیت دولت افغانستان. ما باید ببینیم نگاه دولت افغانستان چیست. دولت افغانستان، وزارت امور خارجه افغانستان به معنی رسمی صادر کرده و این مذاکرات رو در راستای تلاش به آتش‌بس فوری و ایجاد اجماع برای صلح در افغانستان. ولی ما همین امروز شنیدیم که طالبان 9 روزه که بر سر میز مذاکره حاضر نشده با دولت. چطور ایران میتونه نقش سازنده‌ای داشته باشه وقتی طالبان هنوز هیچ جایگاهی در حاکمیت افغانستان نداره و کماکان دستش به خون مردم افغانستان آلوده است؟ 100% نگاه کنید، ایران تلاش میکنه طالبان رو متقاعد کنه، کما اینکه بقیه اعضای جامعه بین‌المللی هم تلاش کردن طالبان رو متقاعد کنن، کما اینکه خود دولت مردان افغانستان تلاش کردن طالبان رو متقاعد کنن. متاسفانه طالبان واقعیت موجوده در افغانستان. ببینید ایران از طالبان کم ضربه ندیده، همونطور که آقای پدرام هم اشاره کردن. ایران دیپلمات‌ها رو ما داریم در مزار شریف، دوست عزیز ایران آقای عبدالعلی مزاری، آقای احمد شاه مسعود، اینها به وسیله طالبان کشته شدن. ایران در حساس ترین شرایط، حتی وقتی آقای بوش ایران رو محور شرارت خوند، ایران نرفت به سمت طالبان، نرفت به سمت حمایت از طالبان. این تلاشی است که طالبان رو متقاعد کند به پروسه صلح در افغانستان، به دولت مشروع افغانستان یاری برساند، کمک بکند، جزئی از پروسه صلح بشود. بیانیه وزارت خارجه افغانستان رو که صاحب مدعی در این باره ما خوب دقت بکنیم چه میگوید. میگوید کمک کند به ارزش‌های قانون اساسی افغانستان. این ارزش‌ها تکثر قومیه. ایران اگر یک حکومت تک قومی در افغانستان بیاد بر مبنای پشتونی، نه پاکستان ضرر می‌کند، نه قطر ضرر می‌کند، نه ترکیه، شاید به نفع همه اونها هم باشد، نه آمریکا و آقای خلیزاد براش اومده، ولی برای ایران مهم است که هزارها تاجیک‌ها در قدرت باشند، در ساختار سیاسی باشند، فارسی زبانان باشند، شیعیان باشند، حتی ازبک ها باشند. برای ایران مهم است. ببینید از منظر اصلا واقع گرایی عرض می کنم، اما من عرضم این نیست که ما خیلی خوبیم اونها بد. منظورم اینه که وقتی ما 3 میلیون مهاجر از افغانستان داریم که چند صد هزار نفرشون ابتدای این سال ترک کردن ایران رو به خاطر تنزل پول ایران، ولی بعد دوباره مجبور شدن برگردن ایران به خاطر اینکه وضعیت افغانستان آنچنان خرابه که نمیتونن برن. علتش چی بوده آقای بهمنی قاجار؟ علتش عملکرد طالبان و کشت و کشتار طالبان بوده که افغان‌ها ناچار شدن کشورشون رو ترک بکنن. یکی از علتاش، علت ضعف اقتصادی افغانستان، ناامنی عمومی در افغانستان. شما ببینید کوچی‌های پشتون هر ولی اصلی ترین علت مهاجرت افغان ها جنگ داخلی بوده که میدونیم یک طرف اصلیش طالبان. اما شما فکر میکنین که ایران آیا فکر میکنین ایران اصلی ترین هدفش برگردوندن امنیت به افغانستان یا نگرانیش از حضور آمریکا؟ برای اینکه امروز سفیر ایران بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل، گفته که تهران میکوشد تا مذاکرات میان افغان ها از انحصار برخی از کشورهای خاص خارج شود. مشکل ایران حضور آمریکاست یا مشکل ایران واقعا امنیت افغانستان؟ ببینید، خود آمریکایی‌ها رو ببینیم در مقاطع مختلف،
خود آمریکایی ها هم اذعان کردن که ایران کمک میکنه به صلح امنیت افغانستان. ایران هیچگاه عاقلانه نیست و این کار رو نکرده و نخواهد کرد که روابطش و نفوذش و تاریخ گستردش با افغانستان و جغرافیاش و پیوندهاش رو گره بزنه به رابطه ایران و آمریکا. بله، اگر ایران تاثیرگذاری بیشتری در افغانستان داشته باشه، به تبع میتونه در قدرت بین‌المللی ایران، در موقعیت منطقه ایران تاثیرگذار باشه، در معادلاتش با آمریکا تاثیرگذار باشه، ولی گره نزده این واقعیتش رابطهش با افغانستان رو، رابطهش با آمریکا. و خود آمریکایی‌ها هم بارها این رو اذعان کردن، شما از زمان آقای بوش بگیر تا همین الان مقاطع مختلف اذعان کردن. من یک عرض نهایی بکنم، نمیدونم چقدر وقت دارم سرکار خانم. بفرمایید، کوتاه لطفا. خدمت شما عرض بکنم، ببینید این برادرم جناب آقای پدرام، بدونم نگرانی ما با اینها یکی هست. ما نگرانی داریم که مثلا زنان افغانستان نقششون همچنان حفظ باشه. زنانی که الان در جامعه مدنی افغانستان، در جامعه سیاسی افغانستان فعالیت می‌کنن، اینها بسیاریشون تحصیل کرده ایرانن. ایران بود از دهه 1980 تلاش کرد به کمک بکنه به آموزش زنان در افغانستان. بنابراین اون وضعیتی که طالبان در برهه 1996 تا 2001 در افغانستان حاکم کرد، مسلماً ایدئال ایران نیست. و مطمئن باشن که بیشترین کشوری که میتونه کمک کنه که طالبان به ارزش‌های قانون اساسی افغانستان، به مشروعیت دولت افغانستان، به وجود یک دولت در افغانستان کمک بکنه، همانا ایران خواهد بود. و این مذاکرات رو در راستای تضعیف مشروعیت دولت افغانستان نبینم، در راستای کمک به دولت افغانستان نه. ایران به یاری دولت افغانستان آمده است تا طالبان رو به سر آن میز مذاکره برگرداند و طالبان رو متقاعد کند که آنها نیز نقشی سازنده در پروسه صلح افغانستان داشته باشند. متشکرم. محمد علی بهمنی قاجار، پژوهشگر حقوق بین الملل. نوح کوبرن، استاد انسانشناسی سیاسی در کالج ونینگتون از ورمونت آمریکا، با ماست. آقای کوبرن، خوش آمدید به برنامه. شما فکر میکنید که ایران و طالبان در از این مذاکرات به دنبال چه نتیجه‌ای هستند؟ من فکر کنم خیلی مهم هستش که اینا مد نظر داشته باشیم که در چه زمانی طالبان از ایران دیدار کرد. هم طالبان و هم دولت ایران هر دوشون واقف هستند که تمرکز بیشتری الان معطوف خواهد شد روی افغانستان. شاید دولت بایدن سیاست آمریکا نسبت به افغانستان خیلی دگرگون نکنه، اما هم طالبان و هم ایران میتونن مزایای زیادی رو به دست بیارن اگر نشون بدن که هر دوشون در یک پروسه دیپلماتیک و راه حل منطقه‌ای دخیل هستند و جزئی از راه حل هستند، جزئی از مشکل. وزارت دارایی آمریکا امروز اعلام کرده که طالبان و القاعده کماکان ارتباط نزدیک مالی دارند. یکی از شروط مذاکرات پیشین آمریکا و طالبان محسوب می‌شد. با توجه به گزارش جدید وزارت دارایی، فکر می‌کنید که ممکنه آقای بایدن موضعش رو تغییر بده در رابطه با مذاکرات؟ من برام عجیب خواهد بود اگر دولت بایدن خیلی سیاست و واکنش رو خودشو عوض بکنه. اما با این اوصاف، در همین اوایل شروع کار دولت بایدن میخواد که گروه طالبان احساس بکنه که زیر ذره‌بین قرار گرفته، برخلاف زمان دولت ترامپ که خیلی هم زیر ذره‌بین نبودند. برای همین من فکر کنم اینا تهدیدات هستند، ولی تهدیداتی هستند که شاید بتونه به تغییر موضع آمریکا منجر بشه، ولی تغییرات بسیار تدریجی اگه اصلا اتفاق بیفته. بعضی از کارشناسان معتقدند که ایران از مذاکره با طالبان به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی با دولت بایدن میخواد استفاده بکنه. نظر شما چیه؟ من فکر میکنم احتمالاً این حرف مطلقاً درست هست. اصلا فکر نمیکنم که دولت ایران و طالبان با هم دیگه تعلق خاطری دارند نسبت به هم، اما در عین حال هر دوشون دیگری رو به عنوان یک ابزار چونه زنی در مقابل آمریکا میبینند و فکر میکنم این دو طرف هستن که دارن از همدیگه سوء استفاده یا استفاده ابزاری میکنن که جدیت خودشون رو نشون بدن به دولت بایدن که شما بیایید هم با ما دولت ایران و هم با ما طالبان مذاکره کنید.
فکر میکنید که چقدر کمک میکنه این مذاکرات ایران و طالبان به مشروعیت و جایگاه دولت افغانستان؟ من فکر کنم این برای دولت افغانستان یک برهه خطرناکی هست. به خیلی از آنها که شما به قضیه نگاه بکنید، دولت افغانستان در یک بنبستی گرفتار شده، در حالت رکود که هم به مشروعیت و هم به سابقه شون از چشم دولت آمریکا لطمه زده. بر همین من فکر می‌کنم کاری که طالبان کرده واقعا کار جسورانه ای بوده. برام خیلی عجیب نخواهد بود اگه ببینیم دولت غنی در افغانستان به یک شکلی حتی نمادین هم که شده واکنش نشون بده تا مثلا اراده خودش و دولتش رو به نمایش بذاره که ما هم میخوایم جزء این روند مذاکرات باشیم. یکی از انتقادهای دولت حاکم در افغانستان به عملکرد دولت دونالد ترامپ در مذاکره با طالبان این بود که اساساً جایگاه دولت رو نادیده گرفتند. آیا فکر میکنید که آقای بایدن تغییری بده در اون سیاست؟ بله، فکر میکنم که این کار رو بکنه. دولت بایدن الان پر شده از دیپلمات هایی که جزو دولت اوباما هم بودند و دولت اوباما هم یک تعهد بسیار عمیقی به دولت افغانستان داشت. من برام عجیب نخواهد بود اگه ببینیم که دولت بایدن تاکید دوباره بر روی روابط آمریکا با دولت افغانستان بذاره. خود شخص دولت بایدن من فکر کنم راغب هستش که آمریکا رو واقعا خارج بکنه از این درگیری در اون منطقه از جهان، ولی در عین حال بسیار متعهد هستن به منافع آمریکا در افغانستان، چیزی که در مورد دولت ترامپ صرف نمی‌کرد. ولی فکر کنم حالا ما شاهد یک تغییر پارادایم باشیم. متشکرم نکوبرن، استاد انسان شناسی سیاسی. قوه قضاییه ایران امروز حکم قطعی مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران را اعلام کرد. 2 سال زندان، جزای نقدی و ضبط اموال برای جرایمی در زمینه فساد اقتصادی. بعضی نزدیکان و همفکران رئیس جمهوری ایران اما این پرونده را سیاسی می‌دانند و می‌گویند هدفش فشار آوردن به دولت حسن روحانی است. عده‌ای دیگر اما معتقدند که دولت از نفوذ خود برای تخفیف حکم او استفاده کرده. شبنم شعبانی در گزارشش نگاهی کرده به این پرونده. حقوق نجومی گرفته بشه. اردیبهشت 1396، مناظره نامزدهای آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران. نام برادر یکی از نامزدها به میان می آید. بانکی تخلف کرده، مسئول بانک شما این در دولت برخورد کنید. هر بانکی هست، من جمله بانک گردشگری برادر خودتونه برخورد کنید. چون شما گفتید هر کی از من هر چی داره بگه، من اینجا میگم این اخلاق من نیست آقای جهانگیری. محمد باقر قالیباف در آن انتخابات شکست خورد اما حالا رئیس قوه مقننه است. اسحاق جهانگیری هم با پیروزی دوباره حسن روحانی معاون رئیس جمهوری باقی ماند. مهدی جهانگیری هستم. 6 ماه بعد از آن اما برادرش مهدی جهانگیری بازداشت شد با حکم دادگاهی در کرمان و به اتهام فساد مالی. مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است. گفته شده او در حال خروج از کشور بوده که با تلاش سپاه سارالله کرمان بازداشت می شود. آقای جهانگیری با قرار وثیقه 1000 میلیاردی آزاد شد. آزادی که به گفته محمود احمدی نژاد واسطه‌اش قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بود. رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری اما ادامه پیدا کرد. پرونده‌ای که اسحاق جهانگیری از ظن سوء استفاده سیاسی در آن گفته بود. در بهمن 97، 20 نماینده مجلس در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه از او خواستند تا رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری و همچنین برادر رئیس جمهوری یعنی حسین فریدون تسریع شود و علنی باشد. در آبان امسال اما امضای توافقنامه 20,000 میلیارد تومانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه و گروه مالی گردشگری به مدیریت مهدی جهانگیری توجه رسانه‌ها را جلب کرد. گروه مالی گردشگری آنطور که خود را معرفی می‌کند، نهادی خصوصی متشکل از 5 هلدینگ اصلی در حوزه‌های پولی و مالی، گردشگری، صنعت و معدن، نفت و گاز و انرژی و عملیات ساختمان است. بانک گردشگری هم زیر مجموعه همین تشکیلات است.
گفته می شود این نهاد بزرگترین یا از بزرگترین تأمین کنندگان فولاد بخش خصوصی کشور است و قراردادش با قرارگاه خاتم الانبیا هم برای توسعه مجتمع فولاد صنعت بناب است. امروز اعلام می کنم که حکم نهایی این پرونده صادر شده و 3 ماه بعد از این قرارداد میلیاردی با سپاه، اما حکم قطعی مهدی جهانگیری امروز اعلام شد. 2 سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی 4 برابر بهای ریالی ارز قاچاق برای پرونده قاچاق حرفه ارز، 2 سال حبس، رد مال برای پرونده تحصیل مال نامشروع ارز قاچاق، یعنی 4 برابر 26 میلیارد ریال، و جریمه مالی به ازای 74 ضرب شلاق برای پرونده خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس. حکمی که شماری از ناظران بر این پرونده آن را سیاسی و در جهت فشار به دولت خواندند. سوی دیگران کسانی هستند که او را از پیش یکی از ریشه های فساد خوانده بودند و حالا میگویند حکمی که صادر شده با جرمی که آنها برایش متصور بودند متناسب نیست. اما تا وقتی که دسترسی شفاف و روشن به همه اطراف و اکناف پرونده برای ناظران مستقل و روزنامه‌نگاران مهیا نباشد، شاید نتوان هیچ کدام آنها را پذیرفت. شبنم شعبانی، بی بی سی. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار با ماست. آقای کلانتری، مهدی جهانگیری چطور شد که به اینجا رسید و تونست در این سطح درگیر آنچه فساد مالی میگن بشه؟ سلام عرض میکنم خدمتون. عرض کنم که این پرونده آقای مهدی جهانگیری یک پیشینه خیلی بلند مدتی داره. در واقع دیماه 1382 با اتفاقی که تو بم میفته و زلزله میاد، ایشون 70 روز معاون پشتیبانی و امدادرسانی میشه به زلزله زدگان. بعد از 13 سال شخصی به نام آقای واحد شاینیان در یکی از شبکه‌های خارجی اومد صحبت کرد و گفتش که اون موقع من شریک اینا بودم، اینا از من 500 میلیون تومان رشوه گرفتن و بعد برای منم پرونده سازی کردن و من هم به خاطر این از کشور فرار کردم و خارج شدم. یعنی اصل قضیه که شما اینجا شروع میشه. بعد شما میایین ببینین اینا، ایشون میاد تهران سال 84 میشه مشاور آقای مرعشی، بعد که دولت آقای احمدی نژاد میاد، بعد توی سازمان میراث فرهنگی توی یکی از شرکت‌های فرعی سازمان میراث سمت میگیره. بعد مدتی سال 1387 ایشون میشه معاون سرمایه گذاری آقای اسفندیار رحیم مشایی که اون موقع معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی بودن. بعد از این اتفاقات یه اتفاقی میفته به نام حمله قرآن و ایشون استعفا میده از سازمان میراث فرهنگی. بعد از اون میره سال 88 شرکت سمگا را تشکیل میده، یه شرکت خصوصی که قرار بوده کار هولدینگی در حوزه گردشگری کنه. خب هر همینجا هم در تشکیل خود سمگا که بعدا هم عنوان میشه در رسانه ها، یک تخلفی انجام میشه که سرمایه اولیه رو، یک بخش از سرمایه اولیه از کانون اتومیرانی و جهانگردی میاد که متعلق به سازمان میراث فرهنگی و گردشگریه. این در حالیه که طبق قوانین در شرکت‌های خصوصی ما حق نداریم که پول یا سرمایه‌ای بیاریم که منشأ اون پول دولتیه، یعنی پول کانون اتومیرانی نباید اصلا میومده توی شرکت سمگا برای تشکیلش. خب بعد خود تشکیل بانکی که با سری تخلفات اونجا، بعد از این با شرکت سمگا میخواد یک زمین 1,600,000 هکتار میلیون هکتار رو در شرق تهران در لویزان بگیر و یک کار قابل مثلا پروژه انجام بدن که همین هم موجب یک گزارشی میشه در سایت الف متعلق به آقای احمد توکلی با این تیتر که راندخار بزرگ متصل به حلقه قدرت و ثروت. این بحث داغ میشه، تو سازمان بازرسی میره و سازمان بازرسی حکم انفصال این قراردادی که در واقع استانداری تهران و اشخاص مثل آقای تمدن که پشت این قرارداد بودن با ایشون بسته بودن و کلم یکون میکنن و این قرارداد باطل میشه. بعد موضوع هتل‌های فرودگاه امام خمینی میاد که اونجا رو الان هم ساخته شد و داره بهره برداری میشه و میگن این شایعه‌ای میان در مورد زمینش و جاش مناسب نیست و چرا 25 سال رایگان دادید به اینها اجاره. این بحث ها دوباره پیش میاد. اما اصل موضوع در سال 96 که ایشون رو دستگیر میکنن. 96 یعنی در
در واقع میشه گفت مهرماه دیگه، مهرماه اواخر مهرماه 93 ایشون دستگیر میشه. دستگیر میشه، بعد از دستگیری صحبت‌های بسیاری میشه در مورد این. یکی از صحبت‌هایی که میشه میگفتن که ایش برای ایشون، البته بعد از اون 6 ماه قرار بازداشت موقت، یکی از صحبت‌ها این بود که میزان تخلفات ایشون رو مثلا در یک مصاحبه آقای مهدی نصیری با خبرگزاری فارس بالغ بر 16000 میلیارد تومان اعلام میکنه. سایت مشرق نیوز اعلام میکنه که آقای مهدی جهانگیری برای 6000 میلیارد تومان وثیقه صادر کردند و با پارتی بازی این وثیقه به 1000 میلیارد تومان تبدیل شده و در واقع ایشون با یک وثیقه 1000 میلیارد تومانی، بزرگترین وثیقه‌ای که تاریخ در تاریخ ایران شاید باشه تا اون موقع، از زندان میاد بیرون. نکته بعدی اینه که بعد آقای کریمی قدوسی نماینده مجلس باز در یک مصاحبه که ازشون سوال میکنن اعلام میکنه که ایشون به علت تخلفی که در یک پروژه به نام اشراق و آب مجازی انجام شده به خاطر اون دستگیر شده. البته یه نکته مهم دیگر هم هست، قبل از ایشون آقای حامد واعدی که خزانه دار اتاق تهران بود و از دوستان آقای مهدی جهانگیری و سهامدار بانک گردشگری بود، چند روز قبل ایشون به کرمان احضار میشه و دستگیر میشه، قبل از دستگیری آقای جهانگیری. حالا تعجب اینه که اینهایی که بعد یک نفر دیگه هم به نام آقای خواجه حسنی، رئیس سابق بانک ملی شعبه کرمان، حالا تعجب اینه که چرا رأیی که اعلام کردن اینهایی که با هم دستگیر شدن یک جا بودن در زندان، بعد که اینا رو آزاد کردن الان فقط رأی آقای مهدی جهانگیری اعلام شد، ما نفهمیدیم که همون علت فکر میکنین چی آقای کلانتری؟ آیا تصفیه حساب سیاسیه؟ والا ببینید خانم رحیم‌پور، اصلا فساد به نظر من در حیطه جریان‌های سیاسی نیست، فساد یک لایه بالاتر از جریان سیاسیه، در حالی که خود من اصلا قائل به این هستم که ما جریان سیاسی نداریم. اگر ما حزب داشتیم، جریان سیاسی واقعی داشتیم، بهتر کسی نمیتونست به این گستردگی و در این سطح فساد کنه. اگر تصفیه حساب سیاسی میخواست بشه، اصلا این رأیی که دادن، باور کنید اگر به خود آقای مهدی جهانگیری میدادن که به پروندهش رسیدگی کنه، من بعید میدونم که حداقل 5 سال برای خودش زندان میبرد. اتفاقا همین رو خواستم بپرسم، نظرتون راجع به تناسب جرمی که اتفاق افتاده و حکمی که صادر شده چیه؟ این احکام خیلی کمتر از احکامیه که فعالان مدنی فرزند دارن میگیرن یا فعالان کارگری دارن میگیرن. دقیقاً ببینید، ایشون رو 6 ماه بازداشت موقت کردن، یعنی 6 بار تمدید شده، 1000 میلیارد تومان وثیقه. اصلا برای یک جرم اینجوری، برای یک جرمی که نهایتش اینا میگن 2 میلیارد تومنه، اصلا چه تناسبی داره که طرف 6 ماه در بازداشت موقت نگه داره؟ اگر واقعا ایشون کاری نکرده، شما بی خودی به خاطر 2 میلیارد تومن، یعنی 2 میلیارد تومن الان پول یه دونه واحد آپارتمان توی منطقه 17-18 تهرانه، ایشونو 6 ماه بازداشت موقت کردید و اشتباه کردید، اتفاقا الان ایشون باید بده شما شکایت کنه که چرا منو به خاطر 1-2 میلیارد تومان 6 ماه بازداشت موقت کردید، چرا از من 1000 میلیارد تومان وثیقه گرفتید، چرا بارها نماینده مجلس نامه میزنن، آقای اژه‌ای اون موقع تو رأس قوا ذهن میگه که من باید اینو رسیدگی کنیم، برخورد کنیم، آقای ابو حمزه فرمانده سپاه سارالله کرمان میاد مصاحبه میکنه میگه ایشون ریشه فساده. خب اینا رو بذارید بغل هم، همه رو، بعد با این حکمی که دادن الان اصلا چه تناسبی داره؟ آقای کلانتری درست میفرمایید، فکر کنید که نسبت‌های فامیلی چقدر موثره در این میزان از فساد مالی؟ اگر کوتاه میشه لطفاً. بله ببینید، نسبت‌های فامیلی دو جهته، یکی این که میگیم سوء استفاده میشه، از چه طرفی؟ من فکر میکنم اتفاقاً تو پرونده‌های فساد، حالا اصلا نمیخوام مصداق بگم، اما مثل همین پرونده، اونقدی که آقای مهدی جهانگیری سوء استفاده کرده از جایگاه برادر خودش، شاید 1/100 اون ایشون از اون جایگاه سیاسی خودش برای ایشون استفاده کرده باشه. یعنی اصلا اینطور برعکسه، اینجوری نیست که اون آدم سیاسی اومده باشه تمام توانش رو بشه که حمایت کنه، در واقع اونی که داره فساد انجام میده میاد 100 برابر گفتم همون توانه 1% که اون گذاشته از اون سوء استفاده میکنه، از اون جایگاه. ما
متشکرم فریبرز کلانتری، روزنامه نگار. با شروع ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، بازار گمانه‌زنی‌ها درباره روابط تهران و واشنگتن، احیای برجام و بازگشت دو طرف میز مذاکره داغ است. امروز سخنگوی دولت ایران گفته که این کشور فعلا برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد. از سوی دیگر در نشست بین وزرای خارجه ایران و روسیه در مسکو، روسیه بر نجات برجام تاکید کرده. مریم افشان گزارش می‌دهد. با این امضا در اردیبهشت سال 97 آمریکا از برجام بیرون رفت و تحریم‌ها مدام علیه ایران بیشتر و بیشتر شد. حالا جو بایدن بر صندلی ریاست جمهوری نشسته و مقام‌های ایران واکنش‌های متفاوتی نسبت به برجام و بازگشت به این قرارداد نشان می‌دهند. اولین خواستهشان برداشتن کامل تمام تحریم هاست. فعلا هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا وجود نداره و هر گونه پیشرفتی در این رابطه به گام‌های عملی آمریکا در بازگشت به تعهداتش مطابق قطعنامه 2231 بستگی داره. البته به بهانه سوال شما لازم من هم اینجا اعلام کنم آمریکا تا ابد زمان نخواهد داشت. نماینده ایران در سازمان ملل هم در گفتگو با شبکه NBC گفته ایران طرحی برای مذاکره با دولت جدید آمریکا ندارد و منتظر است ابتدا آمریکا تحریم‌ها را بردارد. توپ در زمین آمریکاست. این آمریکا بود که در سال 2018 در دوره دولت ترامپ میز مذاکره را ترک کرد. حالا هم این واشنگتنه که باید تصمیم بگیره. آیا قصد داره سیاست ورشکسته دولت قبلی خودش رو ادامه بده یا اینکه میخواد صفحه جدیدی رو باز کنه؟ در دیدار امروز وزرای کشور روسیه و ایران در مسکو، روسیه تاکید کرد نجات برجام از مهمترین ماموریت هاست. هم ما و هم ایران صادقانه علاقه‌مندیم که همه طرف‌های عضو برجام به طور کامل به تعهدات خود برگردند. محمد جواد ظریف هم پرسیده چرا ایران باید اول از خود حسن نیت به خرج دهد، آن هم بعد از 4 سال تحمل آنچه که او تروریسم بیرحم اقتصادی دوران ترامپ توصیف کرده. از سوی دیگر دفتر ریاست جمهوری فرانسه 1 روز بعد از گفتگوی تلفنی رهبران فرانسه با آمریکا اعلام کرد از نظر این کشور قبل از بازگشت آمریکا به برجام ایران باید به توافق هسته‌ای پایبند شود و از اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر خودداری کند. جو بایدن و آنگلا مرکل رهبران آمریکا و آلمان هم در گفتگوی تلفنی دیروز خود درباره سیاست خارجی از جمله مسائل ایران صحبت کردند. آلمان امیدوار است که با دولت جدید آمریکا مذاکرات برای احیای برجام به جریان بیفتد. هرچند این کشور هم بازگشت همزمان ایران به برجام و تغییراتی در سیاست منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران را از ملزومات مذاکره دوباره می‌داند. شاخ و شانه کشیدن ایران و آمریکا فقط به دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ختم نمی‌شود و عمری به درازای جمهوری اسلامی دارد. با رفتن دونالد ترامپ از کاخ سفید، روزنه‌های امیدی باز شده که آمریکا به تعهدات برجام برگردد و تحریم‌ها علیه ایران را بردارد. امیدی که تداومش به عوامل گوناگونی وابسته است و موانع زیادی بر سر راهش هستند. مریم افشنگ، BBC. امروز گروهی از بازنشستگان مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی در تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و چند شهر دیگر ایران تجمع کردند تا به وضع معیشتیشان اعتراض کنند. آنها خواهان همسان شدن حقوقشان با کارکنان بازنشسته خود این سازمان و دسترسی به خدمات درمانی رایگان هستند. بعضی از معترضان شعار می‌دادند وعده وعید کافی، سفره ما خالیه و گرانی تورم بلای جان مردم. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. شهرها مختلف، حرفها یکی. تهران، کرج، اصفهان. آنچه جان بازنشستگان مستمری بگیر از سازمان تامین اجتماعی را به لبشان رسانده و
باعث شد در شهرهای مختلف ایران به خیابان بیایند، بالا رفتن خرج زندگی است. طبق تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، قیمت کالاها و خدمات مصرفی در 12 ماه گذشته 46.2% افزایش داشته. تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها حتی بیشتر بوده. مواد غذایی از دی پارسال تا دی امسال به طور متوسط 60% گران شدند. بازنشستگان معترض میگویند خواسته اصلیشان همسان شدن حقوقشان با کارکنان بازنشسته خود سازمان تامین اجتماعی است. اگر سازمان تامین اجتماعی و کارمندانش 30 سال یا 35 سال حق بیمه پرداخت کردن، ما هم همه بر مبنای همون 30-35 سال حق بیمه پرداخت کرده ایم. چرا باید حقوق آنها بالای 10-15 میلیون باشد و حقوق من و شما زیر سقف 3 میلیون؟ بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیدار است. امسال 3rd سال پیاپی است که رشد اقتصادی ایران منفی بوده و 10 ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه بالا می رود. دولت می گوید وضع دارد بهتر می شود. در حال حاضر با فروکش کردن انتظارات تورمی و روند رو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی، شرایط اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت می کند. باز هم فریب آن می دهند دوستان. یک مانع بزرگ افزایش حقوق بازنشستگان وضع صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق‌هایی که بعضن در آستانه ورشکستگی هستند. در تبریز پلیس برای متفرق کردن بازنشستگان معترض وارد عمل شد. ولی آنها میگویند نه قصد عقب نشینی دارند و نه قصد خالی کردن میدان. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. عباس صفاری، شاعر و مترجم ایرانی در 69 سالگی بر اثر کرونا در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا درگذشت. آقای صفاری با اینکه در آمریکا زندگی می‌کرد، از شعرای پرکار و تأثیرگذار بود. او 5 سال پیش تندیس جایزه 10th دوره کتاب سال خبرنگاران را به خاطر مجموعه شعر مثل جوهر در آب دریافت کرد. سام فرزانه گزارش می‌دهد. عباس صفاری شاعر و هنرمند ایرانی متولد یزد بود و سالها ساکن ایالات متحده. بادبان شکسته وقتی پهلو می گرفتم در یکی از خوابهای تعبیر شده 1001 شب، تو نو عروس تاجری دمشقی بودی. در همین کشور ازدواج کرد و صاحب 2 دختر شد. گاهی نیز در ترافیک بعد از ظهر این خراب شده، راه پس و پیش که ندارد یا از دست دختران شیطانش زله که می شود، فکر سفری فارغ بال به یکی از جزایر بهشتی اقیانوس ناگهان به سرش می زند. اما هرگز نشنیدم که بگوید یادش به خیر بهشت. صفاری کارش را با ترانه‌سرایی برای خوانندگانی مثل فرهاد، سولی، گیتی و نلی آغاز کرد. بی تو من اتاق بی پنجره هم مثل انگشتر گم کرد نگین، بی تو من جاده بی مسافرم مثل اما خیلی زود ترانه سرایی را کنار گذاشت و برای تحصیل از ایران خارج شد. مدتی در انگلستان زندگی کرد و سپس برای تحصیل در رشته هنرهای تجسمی به آمریکا رفت. او ساکن آمریکا شد، اما از وقتی که چاپ کتابهای شعرش را در 40 سالگی شروع کرد، سعی می‌کرد بیشتر به ایران سفر کند. تمام ساختمان‌های قدیمی لس آنجلس را به این صورت ضد زلزله کردند که دیوار فرو نیفت. تعدادی از کتاب‌هایش را در خارج منتشر کرد، اما بیشترشان در داخل به چاپ رسیدند.
در کنار کارهای دیگر کارگاه چاپ روی چوب هم داشت. نمایشگاهی از کارهایش را هم در ایران برگزار کرده بود. از هزاران زنی که فردا پیاده می شوند از قطار، یکی زیباست و ما بقی مسافرند. شعرهای عباس صفاری هم واجد ویژگی هایی بود که مخاطب عام را جذب کند و هم مخاطبان حرفه‌ای شعر فارسی را به خود می کشند. علیرضا آبیز، شاعر و منتقد ادبی از لندن با ماست. آقای آبیز، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از ویژگی های شعر عباس صفاری شروع کنیم. سلام بر شما. اجازه میخوام تسلیت عرض بکنم به خانواده عباس صفاری، دوستان و دوستداران شعریشون. به نظر من برجسته ترین ویژگی شعر عباس صفاری اون شعر سنت غنایی هست که در شعریشون دیده میشه، یک نوع رومانتیسیسم و لیریسم خیلی ملایمی که در واقع ویژگی اصلی شعریشون از نظر مضمونی هست و از نظر سبکی هم میشه گفتش که شعرش شعریست بی پیرایه یا کم پیرایه، در حیطه شعری که تلاش میکنه با مخاطب ارتباط برقرار بکنه، از پیچیدگی های سبکی و زبان آوری تا حد زیادی دوری میکنه و تلاش داره که به زبان گفتار نزدیک بشه. آقای آبیز، تصویر سازی هایی که در شعر آقای صفاری وجود داشت اغلب مثل یک داستان کوتاهه. در گزارش سام هم شنیدیم، یک نمونه از این شعرها هست: از هزاران زنی که فردا پیاده می شوند از قطار، یکی زیبا و ما بقی مسافرند. درباره شیوه تصویر سازی او در اشعارش بگید. آقای صفاری خوب پیشینه ای در تحصیلات در رشته گرافیک و مجسمه‌سازی داشت و یکی از کارهایی هم که انجام میداد در واقع کارهای تجسمی بود. بنابراین بخشی از این تصویرسازی برمیگرده به نگرشی که ایشون به جهان داشت، بخشیش هم به نظرم ناشی از زندگی در فضای آمریکا و تأثیری است که از ایماژیسم شعر آمریکایی گرفته که به نوعی میشه پیشینش رو در شعر کسانی مثل والت ویتمن حتی ردیابی کرد و اون یک نوع نگرش بیشینه‌گرا یا ماکسیمالیستی هست به شعر که دقت در جزئیات یکی از عناصر اونه. به همین دلیل ما می‌بینیم که جزئی‌نگری در تصویرسازی برای عباس صفاری خیلی اهمیت داره، روایتگری در نوع تصویری که می‌سازه خیلی اهمیت داره. در همون مثالی که شما زدید اگر دقت بکنیم می‌بینیم که تصویرش حاصل دقت در جزئیات و حاصل نمایش اون جزئیات هست. تلاش نمی‌کنه که ایجاز یا مختصرگویی خاصی داشته باشه و از این جهت میشه گفتش که به نوعی این در سنت شاعران ایماژیست معاصر آمریکاست. سر رشته داشتن در چندین رشته هنری چقدر تاثیرگذار بود بر اشعار او؟ بی تردید همونطور که عرض کردم تاثیر داشته. برای مثال شما این نمونه تصویرگری رو که مثال زدیم خب میتونیم ببینیم در آثارش. بجز اون ایشون به کار ترجمه هم اشتغال داشت و در هر حال آشنایی داشت با شعر انگلیسی زبان، علاقه شدیدی به شعر عاشقانه داشت، عاشقانه های مصر باستان رو به اصطلاح ترجمه کرده بود و همه اینها رو شما تأثیرش رو در شعرش میبینید. علاوه بر اون که محیط زندگی او در واقع جغرافیای زیستی او، چه جغرافیای کودکی و نوجوانیش در ایران و در به اصطلاح دشت‌های مرکزی ایران و چه این وجه جهان وطنی او که همیشه یک مسافری بود بین دو جهان غرب و جهان شرق و این جغرافیا رو شما در اون می‌بینید. محیط زندگیش، فضاهای شهری مدرنی که در آمریکا به اصطلاح می‌دید، همه اینها در شعرش به نوعی منعکس شده. فکر می‌کنید چی شد که ترانه سرایی رو کنار گذاشت؟ ترانه سرایی رو خوب ایشون در سال‌های نخست در آغاز کار شاعریش در واقع میشه گفتش که با ترانه سرایی بود. دلیل کنار گذاشتنش رو راستش نمیدونم، ولی تحول شعری به اصطلاح عباس صفاری یک تحول خیلی شخصیه. ایشون در مسیر شاعرانه خودش به نوعی به یک تکامل فردی میرسه که چندان تابع مد زمانه نیست. شاید به همین دلیل وقتی که دیگه خودش احساس نیاز فردی
نکرده برای اینکه به اصطلاح ادامه بده ترانه سرایی رو، از اون کنار گرفته و سبک شعری خودش رو اعتلا بخشیده بر اساس اون چیزی که احساس میکرده نیاز شعر خودش است، بدون اینکه توجه چندانی به اون رخدادهای ادبی که در اطرافش میگذره، مثلا حرکتهای ادبی که در شعر فارسی در دهه 70 و پس از اون رخ داد، شما نمود خیلی زیادی در شعر عباس صفاری نمیبینید. برای همین فکر میکنم میشه گفتش که اون یک شاعری بود با سلوک شخصی و پیرو و همون ندای درونی خودش بود که بیشترین به اصطلاح موتیوش و بیشترین انگیزش برای شعر گفتن یک نوع تفکر عاشقانه نسبت به هستی بود و همه چیز رو با یک دید عاشقانه میدید. در شعرهایی که حتی در مورد در و دیوار شهر و سیمان و کارخونه و اینها هم می‌نویسه، شما اون وجه عاطفی و ملاتفت و نگرش عاشقانه رو میتونید ببینید. شما هیچ یک از اشعاری که ایشون سروده رو جزو اشعار محبوبتون هست که به خاطر داشته باشید؟ به خاطر که ندارم، ولی میتونم یه دونه براتون ممنون میشم بخونم با کمال میل. و یکی از شعرهاییست که دوست دارم، از شعر کوتاهی هم هست و بیمناسبت هم نیست با درگذشت ایشون. عنوان این شعر هست حضور رفتگان. نام رفتگان را دلم نمی آید از دفتر تلفن خط بزنم. در این پسین گرفته سپتامبر اگر به دیدار شما نیز بیایند، خواهید دید که فرق چندانی نکردند. فقط کمی رنگ پریده، لاغر و کم حرف شدند. در برابرتان می نشینند، قهوه سیاهشان را به آرامی هم می زنند و به حرفهای شب مانده شما گوش می سپارند. به حضورشان نیازی اگر نباشد، بی هیچ گله‌ای بر می خیزند، کفش‌های خاکیشان را می‌پوشند و به شناسنامه‌های باطل شده خیش باز می‌گردند. متشکرم. بسیار زیبا. علیرضا آبیز، شاعر و منتقد ادبی با ما، و یاد عباس صفاری، شاعر و مترجم ایرانی گرامی. با این گفتگو به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون.